کتاب های گویای مشعل تقدیم می کند <applause> کلیدر نوشته محمود دولت آبادی. بخش اول بنده یکم اهل خورسان مردم کرد بسیار دیدند و ساکه این دو قوم با یکدیگر در برخورد بوده اند خوشایند و ناخوشایند اما اینکه چرا چنین چشمهاشان به مارال خیره مانده بود خود هم نمیدانستند مارال دختر کرد دهنه اسب سیاهش را به شانه انداخته بود گردنش را سخت و راست گرفته بود و با گامهای بلند خوددار و آرام رو به نظمیه میرفت گونههایش برافروخته بودند پولکهای کهنه برنجی از کنارههای چهار قدش به روی پیشانی و چهره ی گرد و گر گرفته اش ریخته بودند و با هر قدم پولک ها به نرمی دور گونه ها و ابروهایش پر می زدند. سینه هایش فربه و خوب برآمده بودند چنانکه دو کبوتر بیتاب میخواستند از یقهاش بیرون بزنند بالهای چارقد مارال رویشان را پوشانده بود و سینه ها در هر تکان بیتابان موج میزدند و شلیته بلندش با هر گام همه که موج پستنها نیم چرخی به دور ساقهای پوشیده در جورابش میزد. چشمهایش به پیش رویش دوخته شده و نگاهش را از فراز سر گذرندگان به پیشا پیش پرواز داده و لبهای چون قندش را به هم چفت کرده بوده. و چنان گام از گام بر می داشت که تو پنداری پهلوانی است به سرفرازی از نبرد بازگشته هم اسب سیاهش قرعات چنان گردن گرفته سینه پیش داده و غراب سم سن بر سنگ فرش خیابان می که انگار بر زمین منت میگذاشت و به آنچه دورش بود فخر می فروخت. درویشی که پرده شمایل را به دیوار آویخته بود زبانش از صدا باز ماند چه که تماشاگرانش همه چشم از پرده و گوش از صدایش وا گرفتند سر به سوی اسب سیاه و دختر گرداندند و گوش فرا دادند به درق درق با وقار سم اسب بر سنگ فرش خیابان که پردهدار نفیر از سینه برکشید و خلق را به خیش خواند مارال نزدیک امارتی که بر فراز سرورش بیرقی در هوا ایستاده بود مانده و به پاسبانی که در دهنه دکه چوبی کنار در ایستاده بود و چشمایش برق میزد نگاه کرد و گفت برادر، من با نونزد و بابای خود کار دارم حالا یک سالی میشه که به حبسند خیلی میکنی راه و چاهی به من بنمایی؟ پاسبان جوان به دختر کرد و سیاه اسبی که پوزه اش را کنار شانه دختر نگه داشته بود بیشتر نظر کرد و گفت با این اسبت که نمیشه بریم این حیات اسب و باید جایی ببندی مارال گفت قولی بده که مراقبش میشی من دهنشو به این درخت گره میزنم پاسپان گفت هرگاه زیاد اونجا نمونی چون که نیم ساعت دیگه کشی که من به سر میرسه مارال گفت خب باشه و اسبش را پای درخت بیب کشاند. دهنش را به دور تنه لاغر درخت بست خرجین را از ترک بند برداشت روی شانه انداخت از سر مهر نگاهی به روی پاسبان گرداند و پا به دالان گذاشت تا زیر هلالی تاق لبه حیات رفت و همانجا دمی ماند و به حیاتی که پیش رویش گسترده بود نظر کرد کف آجر فرش و نمناک حوزی در میان اتاقهایی در یک سو دیوارهای بلند گلی و سایه گروهی مرد و زن که در گوشهای نزدیک زینه ها به انتظار ایستاده بودند بالای زینه ها میان ایوان یک استوار پشت میز کهنه ای نشسته هلالی برنجی روی سینه آویخته بود و با یک دست مال سفید عرق های دور گردن فربهش را پاک می کرد مارال را که همچنان مانده بر دید از همان دور صدا کرد آی دختر چی میخوای؟ بیا این طرف مارال نگاهش کرد و به راه افتاد زینه ها را مردانه بالا رفت و در ایوان کنار میز نگهبانی ایستاد و گفت نمزدم و بابای خودمو رو میخوام سرنگهبان که چهره سفید و پفالود داشت و موهای نرم سر و سیبیلش را هنا بسته بود خوب و بیش از آنچه چه بکار بود در مارال نظر کرد و پرسید اسم ندارن اسمشون چیه؟ دلاور و عبدوس بابام نامش عبدوسه نومزتم دلاوره فهمیدم کیا رو میگی از کرده توبکالی نه برادر از کرده های میشکالی از دهنه شور دارهای سرچشمه اول به زندن نیشابور بودن اسم تو چیه؟ با اونا بگن کی اومده؟ مرال مرال عبدوس همین الان دارم از کلی در میام خب اونجا بر دست زنا بیس بگم صداشون کنن مارال به کنج رفت و میان مردمی که به انتظار بودند ایستاد و از گوشه چشم سر نگهبان را پایید که پاسبانی را پیش خواند پاره کاغذی به او داد و گفت بگو زودتر بخوننشون وقت تنگه سرنگهبان در پی حرفش به دختر کرد نظر کرد مارال سر پایین انداخت و رویش را از سرنگهبان گرداند خرجین را از دوش پایین گرفت و را به دیوار بلند تکیه داده هوای تازه از کف آب پاشی شده حیات برخاست و بویایی مارال را انباشت. بوی خاک کهنه دیوار، بوی نمی که از خشت پخته های آب خورده بر بوی سایه تابستانه، بوی آب مانده و علفی رنگ حوز که لایه های وزغوار رویش را پوشانده بود، بوی برکای انار و به، بوی مردمی قریب و قریبی، همه در مشام مارال می ریخت و دختر را با حالت تازه آشنا می کرد. مردم به این حال که در گوشه جمع شده و گردنهای نظار خود را هر کدام به سوی خمانده بودند برای مارال یادآور بیله میشه گرما زده بود که از رمه بر زده شده و در آقلی به گرو نگه داشته شده باشند پج و غمگین بودند و در سیمای هر کدام مشکلی را میشد نگاه کرد. شهری مرد خشکیده ای در پیراهن سلک سفید با سینهای های برزده با چون نی لبهای کبود و موهای خاکستری روی زینه ای ایوان نشسته بود و سیگار دود میکرد. پیرزنی روستایی آرام پشت به دیوار داده روی زمین نشسته بود در فکر بود. جوان زنی شهری با چهره مهدابی لب یکی از زینه ها نشسته بچهش را روی زانویش دراز کرده بود و نرم نرم او را می جنباند. پاسبان دراز قامتی آن سوی باخچه کنار دیوار بلند در سایه ایستاده بود و به یک انار سرخ آویفت از شاخ نگاه میکرد. مارال را خواندند بر اونجا از اون در. مارال خورجین را برداشت روی دوش انداخت و پا بر زینه گذاشت که پاسبان پیش آمد و خرجین را پایین گرفت. قدقن واجی بذارش اینجا بمونه مارال در نگاه پاسبان درنگی کرد و گفت قولم میدی که به دستشون برسانی برادر جان پاسبان را کنایه ی حرف مارال به خشم آورد و گفت به گمونت ما گورماس ندیدیم یلا لفتش نده وقت تنگه نه اینکه مارال از تشر پاسبان واهمه کند اما به گونه ای از کرد و گفت خود شرم کرد پاره کاغذی را که از پاسبان واستانده بود در جیب جلیقه جا داد کنار خرجین نشست و سفره نان ساج خیک سیاه گورماست و دبه قیماغ را از خرجین به و به پاسپان سپرد. شرم از خود دور کرد و بار دیگر پاسپان را برانداز کرده طوری که انگار میخواهد از شهر و چشمهای او اطمینان دریابد. اینکه آیا امانت را به سلامت خواهد رساند همین که گویی میخواست نشانه های چهره مرد را به یاد بسپارد که اگر اشتباهی پیش آمد او را باز شناسد. سیبیل کوتاه زیر لوله بینی تیز، زگیلی بزرگ روی لب پایین، جای بریدگی روی گونه چپ، دو چشم قهوه‌ای در فرو رفتگی های زیر پیشانی و دو خط ابرو به نرمی موهای پوست یک گربه. پاسبان در نگاه کاونده و هوشیار دختر کرد. سخن وخیک و دبه را برداشت و به کنج دیگر حیات نزدیک در سبز رنگ و ناشوی در اصل زندان برد و هر آنچه که بود یکا یک به نام او از دریچه با آن سوداد و یک بار دیگر بلند گفت دلاور و عبدوس مارال با شنیدن نام کسان خود آرام گرفت و امید یافت که قیماق و ساجی و گورماست به پدر و دلاورش خواهد رسید پس باز نشست و بندهای دهنی پله های خرجین را گره زد آن را برداشت و به سوی پاسبانی که هنوز هم پای درخت اناری ایستاده بود برد بیخ دیوار گذاشت و گفت تا برگردم سپردمش به تو برادر پاسبان کشید قامت سری به بی قیدی تکان داد لبخند بیرنگی بر لبهایش نشست و گفت از زینه ها بالا برو پشت اون در اونجا مارال پاسبان را دعا کرد و از زینه ها بالا رفت ایوان را قدم کش از زیر پا در کرد و به دری رنگ ساییده رسید ایستاد و دستگیره در را گرفت و پرشتاب فشرد در گشوده نشد مارال واگشت و دنبال سرش را نگاه کرد مردی که پیراهن سلک سفید به برداشت از زینه ها بالا پیچید و پای در دم به دم مارال ایستاد دستگیری فلزی همچنان در قبضه مارال فشرده می شده و او درمانده نگاه به مرد داشت. لبخند زیرکانی به زیر پوست چهره تکیده مرد دوید. دستگیره را از دست دختر ایلیاتی گرفت و آن را چرخاند. در گشوده شد و مرد به درون پا گذاشت و تا در دوباره چفت نشده بود مارال از پی مرد رفت. دو اتاق بزرگ سربر سر, بر سر با نیمکت های بیخ دیوارها و چند صندلی به دور دو ستون انگار یک قهوه منتها با دیوارهای لخت و چرک و عکس شاه جوان بر پیشانی دیوار مقابل گوشه و کنار اتاقها مردمی نشسته بودند که بیگمان زندانیان و کسانشان بودند کپه کپه بچه ها و پیرزنها زنها و مردها در هر کنجی دور هم بر زمین و بر نیمکت ها نشسته بودند. عزیز دور را میان خود گرفته بودند. نگاهش میکردند و به گفت و شنود بودند. برخیشان هم میوه می انگور و زردال و هندوانه. مردها هم بعضی سیگار میکشیدند بچه ها روی کف پلشت اتاق ها میلولیدند و پاسبانی خسته از کار بیکاری خود با پوزه پوتینش بچه نوپایی را بازی میداد. مارال هنوز نمیدانست چه باید بکند برجا مانده بود و نگاههایش گنگ و گیج به هر سو دو دو میزد پاسبان وا که پی کی میگردد مارال گفت دلاور و عبدوس پاسپان او را از لابلای مردم نشسته گذراند پای دریچه ای که به دیوار بود و هنوز بسته بود برد و گفت بماند تا بیایند مارال شانه به دیوار داد و پشت دریچه بسته به انتظار ماند. در این اندیشه که باید هم امان به کسان او ندهند تا از پشت دیوارها به این سو بیایند عبدوس و دلاور و رجب کشمیر مباشر زمین های دهنه شور ملک را با چوب خوابنده بودند که دیگر سر از خاک بر نداشته بود و قاتلش را هم ربوده بوده بودند همین بود جرمشان و سنگینی جرمشان لط دریچه باز شده آسین و پیشانی و لبه کلاه پاسبان در آن سوی از نظر مارال گذشت در دم عبدوس و دلاور در ته دالانی تنگ نمودار شدند عبدوس سر به پایین داشت و دلاور پیش رویش را نگاه می کرد. پیش آمدند و پشت دریچه ماندند هر دو دوش به دوش هم دلاور کوتاه چهارشانه و همچنان در هم کوفته بود چشمای ریز و میشیش کمی گود افتاده اما رمق نینیهایش همچنان که بود بود سیبیل و کاکل هایش که پیدا بود هم الان شانشان کشیده است صورتش که از بیخ تراش شده بود مچهای کلوفت و دست و کرخ که مثل پرز نمد سایتهایش را پوشانده بود پیشانی کوتاه و ابروهای پهنش و بریدگی سر لاله های گوش همه و همه خود دلاور بود اما رنگ چهره رنگ چهره دلاور نبود آن رنگ آفتابی و سوخته دلاور نبود رخ دلاور در بیابان که بود به رنگ پوست چنار بود نه به رنگ سایه حیف از گونه های کبود و قرص دلاور کتاب تا به سایه همیشه زندان را نیاورده بود ای مارال بلاگردنت بشه دلاور نگاه دلاور ماجلای جلای خود را مهربانی و نیاز راز سینه خود را نگه داشته بود و بند بند انگوشت سختی خود را داشتند. نه هنوز حلقه انگشتر به دور انگشت دلاور لق نشده بود. ناخونهایش هم مثل همیشه بلند بودند. اما زیر ناخونها سفید و نه مثل همیشه سیاه و چرک نشسته. پیداست که در شهر در زندان هم دم دست آب بیشتری هست تا بیابانهای جوینه. دهنه شور و جلگه ماروس یقه پیراهن آبیش بسته بود و دستمال سرخ ابریشمیش را مثل همیشه به گردنش گره زده بود تسمهش هم به کمرش بود اما پاهایش برهنه بودند نه مثل همیشه همیشه در صحرا از پی گله که میرفت چاروغ به پا داشت پاوزار یا گیوه دوردار حالا سر یک آسینش باز بود یقین که دکمهش کنده شده بود همین الا محال بود که تو مچ دست دلاور را ببینی همیشه از پی یک گله که میرفت مچهایش با مچ پیچ بسته بود و اینجا لبهایش بسته بودند لبها خشک شده چنان که گویی بر هم دوخته شده اند تنها چشمایش بودند که میگفتند و خاموش میشدند باز میگفتند باز میگفتند حتی خاموش و گرفته رو در روی هم ایستاده بودند زبانهایشان را مگر گره زده بودند نه زبان مارال باز بود اما حس میکرد سخن نمیتواند بگوید لبهایش مرده و زبانش خفه شده بود احساس اینکه سینهاش انباشته شده از واژگانی که تاکنون برایش بیگانه بودهاند داشت خفهاش میکرد واژگانی که به روشنی در میافت تا این دم نشانی در یادش نداشته انبوه واژگان سخنانی قریب آنچه که تنها همین دم در همین دم خواست واگو شدن دارند او نمیتواند از قفس سینه رهایشان کند میخواست بگوید من آمدم ببینمتان سلام خفت مخورید اما همین حرفایش در پندارش شگفت مینمودند و مارال نمیتوانست بر زبان بیاردشان راه گلویش گویی با گلوله ای از کرک بز گرفته شده بود. صدای خشک و اندوهگین پدرش عبدوس هوای بسته و دردناک هم کیف میان مارال و دلاور را به هم زد. محله کدام سویه که تو تونستی رو به اینجا بیایی؟ مارال ایندم دم توانست به پدر روی کند و در چهره او بنگرد عبدوس با اینکه پشت دریچه ایستاده و شنایش خمی بیشتر از پیش برداشته بود باز یک سر از دلاور سر بود بینی بزرگ شقیقه های استخانی و چشمان آبی تیره همچون آسمان سپیده دم و فرو نشسته به گودال کاسه ها رکای تیر کشیده ی گردن ریش های جوگندومی سیخ سیخ و چقر دستهای بلند و نگاهی چون نگاه اسب آرام همون گلبان میشکالی که گله توبکالی ها را میچرانید و سال برفی سال پیش از گرانی ماده گرگی را در خمه کوه دوبراران بر زمین کوبیده و و قوچ عروس فراخان را از کلفش به در آورده بود رد زخم بر گرده دست چپش یادگار دندان ماده گرگ مارال سر پایین انداخت چرا که نمی به چشم های تیره قماموخته و اندیشناک پدرش نگاه کند نگاه عبدوس واگوی قریبی دوری بودند که آشنای مارال بود. مارال این را می دانست که بابایش کردست و مادرش بلوچ بوده است. محتاب از بلوچ های پراکنده پشت کوه سرخ و چاه سوخته در خشکسالی پیش از گرانی از شادرهای خود ویلان شده گذرش به تیره توبکالی افتاده و آنجا در چادر حاج پسند کنیزی کرده تا به جوانی پای گذاشته بود تا بلوغ زنانه از دل بینوایی یال برافراشته و خواهش بلوغ دست به سوی عبدوس دراز کرده بود عشق همانی نیروی لایزال که بنده و کت خدای نمیشناسد ارزشی شایان آدمی و خود ویژه او از گریبان فقر همسر میکشد عبدوس دست محتاب را به یادی گرفته بود محتاب به نام برد عبدوس در آمده بود خالی در چشم خیشاوندان دل پر کبر کیتا با آن میآورد که عبدوس کنیزکی بلوچ را از آن خود کند عبدوس را از خود وازده بودند رانده بودند عبدوس هم دست محتاب را گرفته و روی به توبکالی ها آورده بود پیداست آنکه از خیش به میان سیاه شادر دیگری جای پای پایداری ندارد چه سال اگر باشد گدگی پیشش می شود جوان سال اگر باشد بخت آن دارد که گل یار بشود اما هرگاه یال و کوپالی به هم زده باشد چوپان است نه به آسانی گمانی ها را از پیرامون خود باید زدوده باشد گلبان و عبدوس خوشیال و کوپال بود و خبره گوزفنده بر او بدگمانی نیز میرفت رفت زنش میان تایفه بود گروگان گلداران توبکالی ها به عجیری پذیرفتندش مرد کار پای راه بار بیابان شبی عبدوس از گله به سیاه چادر خود برگشت و محتاب را دید که برایش دختری آورده زنهای محله بر دختر نام مارال را گذاشته بودند خوش باشد جایی هیچ پندار نبود که مارال از آن همان ایل و سیاه که میانشان پای بر خاک نهاده پس عبدوس به نیروی دو عشق مارال و محتاب کمر تنگ تر بسته و روز و شب بی یک دم درنگ بی دمی آسودن در پی گلده روان شده بود کوه و دشت و بیابانهای خراسان را از زیر پاوزارها در کرده بود از تاقی تا سرخس از پل ابریشم و سنگ سر تا دهنه شور و آن سوی کوه سرخ زده بود خورده بود چرنده بود دزدیده بود دزدیده شده بود خریده بود فروخته بود و به هزار افت خیز توانسته بود شماره میشایش را از یک به پنجاه برساند نیم وجبی در ایل ریشه بتواند دارای یک مادیان ابری بشود خیک و مشک ماس داشته باشد چادری جادارتر سر پا کند سگی ببندد و تا چند جاجیم و قالیچه و رخت خواب فراهم آورد و جمازی بخرد این تلاش تا بلوغ مارال کشیده بود مارال رسیده و چشمهای محله را به سوی خود گردانده بود برادرزادی نیرم خان خواهان مارال شده بود اما عبدوس نه گفته و اشکال کرده بود که شما از بزرگانی و ما از خوردینگان خوب است این کار سر نگیرد خوشتر همان که ما با هم گلیم های خود وابندیم و شما با هم بران خود پس مارال به نام دلاور چوپان رفته بود چون که دلاور هم از خماش خود عبدوس بود بی کسویه که کاری و یک رویه همخون نبود نباشد قلچماق و دلپاک و سربراه و دلبکار بود مرد را همین بس از مردم قلعه چمن بود جوان سال بود که از خانه به در زده و به میان کوردها ها راه یافته بود گدگی کرده بود به جوانی رسیده و همراه عبدوس به یک گله رفته بود به ریش و سیبیل رسیده و خبره گوسفند شده بود گرچه پیش از آن هم بی رشته نبود اما پیوند با مارال برای دلاور دردسر و به همراه داشت. پیش از هر چیز مارال به دلاور حراس داد. حراس از بزرگان و کت خدایان کالی، حراس از نیرم خان و برادر زاده اش. حراسی که روز از روز پیش بیشتر می شد. این آتش زیر خاکستر ماند. تا روزی که نیرم خان ستو از شپانهایش عبدوس دلاور و رجب کشمیر را پیش کرد تا بروند و بی پرداخت آب بها در زمین های نرد ملک اخملدی به چرانند. رفتند و گله را در زمین یله دادند. گله زمین را در خود گرفت. پیشکار حاج عبدالملک اخملدی رسید. فتیله از پیش نم داشت. پیشکار اخملدی زنجیر اردکانیش را از جیب بیرون کشید. پوزه و سر و روی گوزفندان بی زبان را به باد زنجیر گرفت و زبان به دشنام گشود. دشنام به همه به خود و کلان ایل و تایفه توبخالی، پشت پیشکار محکم بود اما کردها هم نمی توانستند. سخن تلخ را با خود به چادرها ببرند. دعوا در گرفت مردها به هم در آویختند و چوب دست دلاور که به نشان شاهرگ پیشکار اخملدی فرود آور شده بود بر شقیقه مرد خوابانده شد که بر خاک افتاد دور خود غلطید دست و بالش به پرپر آمدند و دمی بعد سر گذاشت و مرد حس چوپان به پاسگاه امنیه و پس از آن به زندان کشنده شدند همین زمان خوش سالی رسید و همراهش ناخوشی دام بزمرگی میخ سیاه چادرها از خاک برکنده شد و مردم چادرنشین آواره تر از همیشه راه بیابانهای دور پیش گرفتند. از دارایی عبدوس چیزی بر جا نماند. بزمرگی بیداد میکرد. محتاب دقدار شد و در جا افتاد. چنان که گاه کوچ او را روی چارپایی میبستند. و مارال مادر خود تو نیو بردی؟ عبدوس چنین پرسید. و همراه این صدا موجی از زهر و درد سر و پای مارال را فرا گرفت ان بند بندش لرزید سرگونه ها و چانش تکان خوردند دستهایش از بیخ شانه ها سوز شدند و نگاهش از روی عبدوس رمید نه مارال می همه ی آنچه را که راست بود و روی داده بود واگوی کند ناخوشی که به جان گوسفندها دیخت همه ی دار و ندار دلاور و عبدوس را همراه خود برد. خبر مرگ مهتاب هم لابد برای عبدوس دشوار بود. با چه زبانی میتوانش گفت؟ مارال در تنگنای جان به خود پیچید. به هم برآمد و بر خود لگام زد تا از این گره برگذرد. پس با دردی در کلام، در چشم ها و در همه ی چهره اش گفت نخوشی گرفت، بردمش سوزنده، خونه امه عمه نام بلقیس خانه امه و سوزنده در یاد عبدوس گم هایی بودند که تنها رد پایی از خود بر جای گذاشته بودند و رمزی اگر در کار بود اینکه رد پاها هرگز روفته میشدند شدند. سوزنده دیوارهای کوتاه خیلی کوتاه درهای کوتاه خیلی کوتاه بامهای کوتاه خیلی کوتاه عبدوس بچه بود که تیره میشکالی نیت کرد سوزنده را سر راه ییلاق و قشلاق خود بنا کند جایی برای اتراق در میانه دو مقصد سرپناهی برای دمی آسودن که برخی هم اگر خواستند دانه دیم بکارند جا منزلی پای در خاک شبی نیمه شبی هزار پیش آمد روی می دهد. چرا محله نباید دور از یورتگاه سرایی برای آسودن داشته باشد؟ جایی نزدیک به راه بزرگ بین نشابور و سبزوار دو مرکز عمده داد و ستد پشم و پوست و روده و چارپا حاج پسند پا پیش گذاشت و دیگر خیشابندان گرد آمدند زمین را با باری که آب کاریزش خریدند و به کار ساختن شدند آن روزها عبدوس کن به راه می رفت. این چند خوردی بود و از گلهایی که برای ساختن پایی ها درست کرده بودند برای خود قطار شطور درست می کرد. بلغیس یک هوا از او بزرگتر بود و شلیته بلند و سیاه می پوشی. تنها گلندان بزرگتر از همه بود که تازه به نام حاج پسندش کرده بودند و مدیار از عبدوس هم خوردتر بود. چندان که عبدوس نمی چهره آن روزی برادر را به یاد بیاورد. از آن پس که عبدوس از محله خود کناره کرد تنها یک بار به سوزنده برگشته بود آن هم در مرگ مادرش گل خاتون از آن پس یاد کسانش نکرده بود کسانش هم یادی از او نکرده بودند حال که مارال داشت به میان قوم و خیشهایش برمیگشت قوم و که نمیشناخت عبدوس در گره دوگانه ای گیر کرده بود اندوه و غرور که این دو در هم عجین بودند اندوهین از اینکه خار شده و نتوانسته است کاری را که خود پیش گرفته بود تا پایان تا بیاورد که به زندان افتاده گوسفندش تلف شده و زن و دخترش میان تایفه غریب تنها مانده و آواره شدند و ناچار که به محله جد و تبار خود بازگردند و مغرور از اینکه چنین محله و تایفه ای و خیشاوندی هنوز پابرجاست که میتواند به کسان او پناه بدهد و از دریافت آن موچی از شوق و مهر و خیش دوستی و حرمت به پیوند توالی خود در قلبش کله میزد و به او تر و تازگی بودن میبخشید احساس اینکه اگر هم نباشد در مردم هم خونش هست اگر هم بمیرد در دیگرانش زنده است و دلش یک بار هوای برادرش مدیار و خواهرش بلغیس را کرد و یاد حیاهوی بزرگ ترین خواهدشان گلندام در جانش زبانه کشید. عبدوس به چشم دخترش نگاه کرد و گفت خوب کردی که رفتی به خونه امت خوبم کردی که اومدی اینجا من این چند شب خوابه بدی دیدم پری شب این خواب رو می دیدم که تو و محتاب دارید رو به یه جلگه خالی و خشک میرید هیچ کس همراه تو نبود آفتاب جهنم روی پشت بیابون سوار بود ناخوشیش کلاب و سنگی نیست حال محله کجاست کلیدر تو چگاه از محله دور افتادی بعد از نصف شب دیشب پس حالا اگه به راه بزنی کی به رد محله خواه رسیدی مارال لب بست و دمی دیگر گفت آمدم بگم که من دیگه نمیخوام همراه محله برم دلاور عبدوس به هم برگشتند و یک جا به مارال نگاه کردند. چنانکه که چشمهایشان از او میخواست همه چیز را بی و کم به آنها بگوید. چی پیش آمده بود؟ بیش از این مارال نتوانست راه بر عشقایی که در روشنایی نینی چشمهایش میدرخشیدند بگیرد و گفت اومدم بهتون بگم که دیگه میان محل کسی رو ندارم تا همراهش برم. ناگهان دلاور این را پرسیده بود مارال گفت نه او همپای منه افروزش پنهان چهره دلاور آرام گرفت پیدا نبود اگر قرعات هم مرده بود او چه میکرد قرعات که اسب نوزینی بود که دلاور پیشکش مارال کرده و گفته بود قرعات چشم منه اون رو هم به تو میدم از آن پس چموش یک کشناس را آموخته مارال کرده بود مارال نگاهش را از دلاور گردانده و به چهره پدرش خیره ماند. عبدوس سر به زیر افکنده و خاموش در اندیشه بود. این از خط پیشانی و شقیقه هایش پیدا بود. دختر دریافت که کلام آخر را بی پروا گفته است. کسی را ندارم تا به محله برگردم. و این سخن به عبدوس گران آمده بود. عبدوس حالا به چه پنداری است از این کلام چه معناهایی برای خود می گیرده. مرد درباد گم شده است باید یک حالیش کرد باید برایش روشن کرد و به او فهماند که هیچ خبر ناگواری نبوده اما چگونه میتوان زنجیری از دروغ بافت که سر و تهش با هم جور در بیایند نه هر واجهی که از زبان مارال میگریخت میتوانست بندی از هزار بندی را که او در خیال خود به دور یادهایش بسته بود پاره کنده هر سخنی گشودن دری بود و آنچه او نمیخواست بگوید مارال به هیچ روی نمیخواست از کنیزی خود یعنی چادرهای نیرم خان و بستگانش برای پدر و نمزد خود چیزی حکایت کند حتی رد پایی هم از زندگانی نیم ساله خود نمیخواست نشان دلاور عبدوس بدهد همه خواست و نیت دخترین بود که بتواند هر چرا برو گذشته در دل خود نگاه دارد و اندوهی را که در سینهش انبار شده به کسی بروز ندهد چه این را به خرد می که آدم بیابان همچو عقاب است آزاد و ناپرابسته و هرگاه او را به دام بیندازند و میان چهار دیواری تنگ بستهش بدارند که همه ی آفتاب را نتواند ببیند و همه ی نسیم را نتواند ببوید و همه نواهای بیگانه و آشنای دشت و بیابان را نتواند بشنود در غمی دلازار تهنشین می شود پس نباید دیگر خالی های بیرون دیوار را که بر عزیزانش روا می شود برایش باز گفت چه سود که مارال از نگاه های بی سمسام خان لبخند های مقبول و سیبیل جنباندن هایش برای دلاور عبدوس بگوید چه سود از واگو کردن پچ پچه های زنان و دختران پای دستگاه های جاجیم و گلیم بافی مارال لغمه چرب و نرمی برای سمسان خانه اول آخر هم سال از زیر دندون سمسام خان بیرون نمیره چه سود از حکایت حراس شبها که مارال به زیر چادر دد کوکب میگریخت و ناه میبرد و به جبران اینکه دد او را پیش خود نگاه دارد به هر حکمش گردن می نهاد همچرا باید بگوید که سمسام چشم به قرآت داشته و دندان بند کرده بوده است باید به منش بفروشی الا تیرش می کنم چه گفتن؟ چه گفتن؟ جز اینکه از شنیدنشان شیر در قفص بغرد و به چرخ و تاب در راید. چه می توانست کرد؟ جز اندوه فزاینده و خشم به هم در کوفته چه به همراه خود می آورد؟ اگر مارال به مردهای خود می گفت خانهای بالا می توانستند پادر میانی کنند تا قاضی محکمه کمتر از این برایشان زندان ببرد اما تنها برای رجب کشمیر دوندگی کرده که بی تقصیر قلم دادش کنند و چنین کرده بودند این چیزها را آن بود که عبدوس و دلاور ندانند چون که سر بر دیوار کوفتن داشت هرگاه دلاور می شنود که سمسام خان نیمه شب به چادر دد کوکب تاخته و به مارال در آویخته است گرچه مارال او را پهلوانان از خود واپس زده و رانده باشد که موهایش را به چنگال گرفته گردنش را پیچانده و او را به ستیز نگه داشته باشد تا دد کوکب از سر زا او به چادر برگردد که رسیده بود سمسام خود را رهانیده دده را پرتاب کرده و به میان شب گریخته بود همان شب دده به مارال گفته بود خوب تو به میان تیره پدرت برگردی دخترم که مارال هم با وزش نسیم سپید پا به رکاب کرده روی در بیابان نهاده و راه سبزوار پیش گرفته بود حال اینجا روبروی مردانش ایستاده بود و خوب میدانست که باید زخم آنچرا که بر او روا داشته شده در قلب خود نگاه دارد و تا رهایی مردان برای هیچ گوشی و نگویدش پنداری مرال بیش از عمر خود بخرد بود جماز چی؟ اونم مرد؟ مرال سرف کند و به پاسخ عبدوس گفت جمال های مالهای نیدم خان شد اون جماز رو بزرگ از ما خرید هی هات عبدوس این را گفت و بس کرد مارال شاید برای آرام داشتن دل پدر گفت ولی درمان نخوشی مادرم از اون پول استانده بودم شعله دیگری به جگر عبدوس با این همه نرم گفت قمی نیست زمانی در میم از این قفس حالا تو خود رو از کدوم راه به رد مال میرسونی پیدا بود که پندار عبدوس بسی آشوب است چرا که تا این دم مارال دوبار به او گفته بود نمیخواهم هم پای محله بروم اما عبدوس باز هم این را از یاد می برد. این گمان برای مارال پیش آمد که بابایش پروای کندر از توب کالی ها را دارد. پس در پی درنگی دل و پس ببین گفت براتون گفتم که من رو دیگه با محله کاری نیست. من دارم میرم به خانه امه خود تا روزی که شما از اینجا در بیایید. عبدوس دو دلو گرفته گفت از عمر تو من و عمد با هم همبر و هم کلام نشدیم. ما با هم دیگه قهریم کلام عبدوس در هم شکسته بود دل سپرده بود نشانی از تسلیم چون که مرال توانست برو چیره شود پس گستاخ و از سر یقین گفت من با آشتی میرم دیگه نمیتونم میان توبکالی ها بمونم نمیمونم باید برگردم سوی تیره خودمون میشکالی من باید خودم رو برسونم زیر چادر امم اونجا میان توبکالی ها امان ندارم بعد از شما من اونجا تنها شدم کسی رو ندارم که شب سر شدم چادرم بذاره و بخوابه چادرم رو امن کنه مرد ندارم گوسفندی هم که نمونده هرگاه من همراه گله برم باید کنیزی این و اون رو بکنم تو میگی شویم دل به این کار میده ها دلاور تو چی میگی دلاور پیشانی از روی ساید برداشت و سر برآورد عقابی در نگاهش به کمین نشسته بود کناره های چشم ها به هم آمده و پوست چهره اش چروک برداشته بود دردی از درون فوران درد کدام کس به تو بی حرمتی کرده مرال ها کدام کس میان محله کی بد نامت کرده به تو ننگ بسته نه نه تا تو در باد دنیا این مردی پیدا نمیشه که نگاه چپ به من کنه نه دلاورد دل تو آروم باشه دل خودتو آروم کن هیچ کس هیچ کس دلاور به پاسپان روی کرد و گفت برادر غیرت کن و یک کل ما رو یکه بذار من با نومزد و خودم اختلاط دارم پاسپان دور شد نتوانست بماند عبدوس را هم پیش خود خواند عبدوس هم پای پاسبان رفت و شانه ستبر دلاور همه دریچه را پر کرد ها مارال هرچی را هست به من بگو پروا مکن به من بگو بگو هرگاه بدانم ناجوان مردی به نومزد من نگاه بد کرده این قفل ها رو به دندون می جوام. خودم رو به اون میرسونم و چشماش رو از کاسه بر میکنم مارال دم نرم کرد و گفت دلاور تو چشم منی عزیز دل من به اینجا اومدم که ناگفته و ناشنیده محله رو یله نکرده و رفته باشم نخواستم خود سر باشم من اومدم خبرت کرده باشم نه که از کسی و آورده باشم تو دلاور من دل خود آرام دار دلاور من براتان مسکه و قیمه آورده بودم از اون مرد واستاندی خواه مرال گفتگو را به راه تازه ای انداخته بود و با کلام و استوار خود دلاور را نرم کرده بود چندان که توانست از مرد واپرسد تو چه میگی؟ برم یا نرم؟ دلاور بر را گفت برو برو سوی امه خودت و خاموش شد مرال هم لب فرو بسته ماند دلاور نه چنان که بیش از این نگاهش کرد نگاهی آرام و دلپذیر پس گفت امشب به خیال داری کجا بمانی؟ به کاروان سرای حاجرون الله چایی دیگه مگه میشناسم؟ دلاور بی سخن ماند. مارال کیسه یک کوچک دست باف که نقش و نگاری رنگین بران گلچین شده و با نخ سرخ قیتان به گردنش بسته بود از میان یقه به در در کیسه را دست پاچه گشود. دستمالی گره خورده از درون کیسه بیرون آورد. گره دستمال را باز کرد و چند تک اسکناس مچاله شده ی میان دستمال را برداشت و از دریچه به دلاور داد بیا اینم پول چهار تا جلاب که از تو باقی مانده بود این برنداش اون هم تلف بشن فروختمشون دلاور پول را دو سهم کرد سهم پیش خود نگاه داشت و ماندهش را به مارال داد مارال مشتش را روی پول هم آورد و به دلاور نگاه کرد دلاور چشم در چهره او مانده بود و نگاهی دیگر داشت بیل آب برهنه و داغ پنداری در چشمانش این افسوس بود که چرا یک بار حتی یک بار این پستانهای گرم و پرخواهش را نمالیده است که چرا یک بار این بناگوش سفید را که دنبه قوچی را میماند نبوییده است که چرا یک بار سر بر بازوی خوشتراش مارال نگذارده است غم این داشت که چرا زنش را بغل نزده و میان علفهای جلگه ماروس نخوابانده است غم پرواهای نابجای خود را داشت پشیمانی ساده دلی و خامی خود را مرال هم همه کوتاه مردمی را که داشتند از در به حیات بیرون میرفتند نشنید اما صورت کشیده و سیبیل سیاه پاسبانی را که از خم راه رو پیچیده و به سوی دلاور آمد دید قامت نیمه خمیده پدرش را هم در ته راه رو دید بعد حس کرد که دلاور از او دور شد از دریچه دور شد و لبهایش چند بار به با هم خوردند و دریچه بسته شد و او مارال مثل نقشی به دیوار تنها باقی ماند از اینجا را اینجاست دستگیره رو بکش طرف خودت آها مارال در حیات نظمیه بود خرجین اسفش را از بیخ دیوار برداشت به شانه انداخت و از در بیرون رفت قرعات همچنان با گوشهای تیز کرده کنار درخت بید ایستاده بود مارال خرجین را پشت زین انداخت دهنه را از دور تنه درخت وا کرد به شانه انداخت و راه خود گرفت کوی و برزن در غروب از مردم پرتر میشد مارال خوش نمی داشت اندوه رخ خود را به این و آن بنمایاند پس برزین نشست و مل بیابان کرد سسی گامها و جلا پریدگی چشم هایش او را وامی داشتند که خود را از نظرها دور کند به دور کاب از دروازه به در رفت یک میدان تاخت دهنه را کشید و کنار راه نزدیک جوی آب از ترک فرود آمده و حیوان را بر علف های کنار جوی رها کرد و خود کنار ایال قرعاتی ایستاد غروب غروبی تازه بود و از تازه بود بیابانی تازه مارالتو امروز بسیار بر این بیابان و غروب گذر کرده بود اما آن را چنین به جان احساس نکرده بود روز رنگی دیگر میگیرد هنگامی که روزگار تو زیر و زبر شده است غروب سرخ است یا تیره تا چگونه اش ببینی شب نور باران است هنگام که قلب برفروز باشد غروب گنگ است اگر مارال قلبی گنگ داشته باشد اگر روحی گنگ داشته باشد غروب گنگ بود بستر بیابان بستر گسترده دشت های پیرامون شهر با گله گله سبزینه هایش در گرگو میشه غروب رنگ میباخت شهر در کبودی فرو می رفت. کوههای شمالی شهر سایه های سیاهی می شدند و فراز کوه در سیاهی آسمان پنهان می شد. تک و تک اینجا و آنجا دهقانانی دست از کار کشیده و هر یک به سوی روی داشتند. توبرهی بر پشت، بیلی بر دوش، یا چارپایی در پیش، کند و خسته، فست در بود، دمی دیگر روشنایی ها از دریچه های تنگ خانه ها بیرون می ریخت. مارال سر به کوه های کلی درگرداند. کوه های فرو نشسته در تاری شبانه. کوه های پیوسته به بینالود. فراتر از آن هزار مسجد. پرواز خیال. سرخس. روزهای داغ و شبهای سرد. هایهوی محله. واق, واق سگان. هرای چوپانان. دلاور، گله به یورتگاه برمیگشت هنگام کوچ پشت پشت گوسفند دست دست مرد بار کنید چه شبهایی بودند آن شبها چه شبهایی بودند مگر تمامی داشتند لحظه های کند سمج طولانی پر شوخ پر دل پر یاد پر از شتاب قلب ها. تا اتراق بود غروب هنگام مارال کنار دیرک چادر مینشست. و نخ می رشت. محتاب کنار دیگدان سنگی هیزم در آتش می انداخت. کتری سیاه روی دیگدان چای برای مردها. غروب رخ می باخت. تیرگی با آسمان می دوید. شب از پس کله کوه بالا می آمد. بالا می کشید و بیشه تا تن بر بیابان می تابند و میان سیاه چادرها دست و بال می گوشود. فانوس های دستی جا به جا نیش می و هر کدام چون نوک گزلی که بر پوست شب می نشستند و تن شب بر فراز چادرهای محله روی تیزی شکسته نیزه های نور بر ایستاده می مند. پوست گاوی بر سر میخهای شکسته شبهای کلی در دیگر بودند سبک و بیقرار خوش نسیم داشتند عطر خاک و علفش دماغ را مست می کردند. ماه کلیدر پنداری فراخ دستر می تابید. شب کلیدر زلالتر بود، کم هولتر، باز هم از دلاور نشانی نبود. آیا سمکوبان قرآت نیست که از پشت تپه خلور می آید؟ پس این گرد سبید افشان چیست؟ مگر شیحه مستانه قرآت، در شب کلی در پیچیده است نه مگر این قرائات است که یال برفشانده و بیقرار میتازد پس سوار کو دلاور کو این قرعات است که عرق ریزان و حراسان در میان سیاه چادرها به تردید یل مانده است بیتاب و مبهوت است قره برهنه و بیلوگام بیخ گوشهایش به عرق نشسته است گردگاهش از نم تن برق میزند سم بر خاک میکشد به شی خاک را میخراشد کاکلهایش پریشان است قرعات آشفته و سراسیمه است مردان توپکالی به گردش در اومدند. اما کی به بیگان لگام داده از تو یک که شناس است دردیش هست قرعات بی سوار باز آمده با خود خبری دارد مارال میرسد خیک آب وا می هلد. صدایی از میان لرزه ی لبها قرآت صدای آشنا میشنود شنود گوش ها تیز مارال استین گوش می و گردن نرم می کند مارال و قره رو به هم می آورند پیشانی به شانه مارال می مالاند. از کام قره صدایی چون کور قنج بر می آید. اگر بتوان گفت گریستن اسب مارال یال اسب را می نوازد گردنش را بغل میگیرد مرد و زن محله آن دو را به خود وا میگذارند مارال اسب را با خود میبرد راهش میبرد تا عرقش نرم نرم خشک شود بر می گرداندش کنار سیاه‌چادر خود یل اش میدهد مارال آرزو میکند که قره زبان داشته باشد در خود فرو می نشیند شب از میان دو شقه شده است فردا دانسته می شود که دلاور عبدوس و رجب کشمیر را به پاسگاه امنیه بردند مارال پنجه در یال بلند و زیبای قرعاد فرو برد و پشت گوش های نرم حیوان را خاراند. قره نگاهش کرد و گوش و دم تکانید. بالای سر سوی پایینه مشهد ابرهای خالی روی شانه هم سوار می شدند. این ابرها هرگز نمیباریدند. بخیل و خشک و بی سمر بودند در پی هم قافل ای بی سامان و قهتی زده بر فراز دشت کبیر نزار و خسته رو به زابلستان و هیرمند و بیابان افغانستان سرگردان بودند و میرفتند تا گم شوند. زیر این ابرهای بیجان قلعه ها و روبات ها پار دشت های پراکنده و کمبر شهرهای کویری بودند لب به دندان خشکیده تشنه و رخ باخته کلوخستانهایی در گذر باد و بر پهن آفتاب تربت و بیرجند و گناباد و بیدخت مارال باری بر آنجاها گذر کرده بود از آن پس نیز کولیهای تربتی را در بیابانها قلعهها بزروهای بیخ درهها کنار محلها دیده بود خیمه خود را برپا میکردند و سندانها در زمین می و برکار می شدند. گاه نو کردن نعل از پا بود. مردها اسب و قاطر و چار پایان را به نعل بندان می زنها به خرید سیخ کباب و کارد و سوزن و میلا به قلیان می رفتند. دختران دم بخت نشان از پیر زنان کفبین می گرفتند. زبان خوش و لحن زیبا انبانی از واژگان پیوسته و دلچسب مادران زبان آوره کولی موسیقی در کلام خود داشتند کف می دیدند و راوی یه قدیمی بودند این به طبع دختران کرد خوشایند می آمد. خبر از تربت و کاشمر و کالشور می دادند خبر از تاغی قشلاق میشکالی ها پیوسته به ریگزار جنوب سبزوار و نیشابور پیوسته به ریگزار تا پایین دست باشتین دست به سوی انارک داشت فرازه انارک جلگه شاهرود بود که تا سینه سنگ سر کشیده می و از شمال به آفتاب و رامادان واپس می آمد و سر بر پای کلی در می گذاشت. با جلگه ماروس در می آمیخت و اسفراین و عبدالله گیو و جلگه جوین را در بال می گرفت بر همین میدان در تنگه ملق دره که از جلگه ماروس در کشاکش شیر دوشان گله های میش مارال از محتاف بزاده بود همین میدان بود دنیای مارال دنیایی نه چندان تنگ نه پر یک نواخت اکنون تنهای دنیای خود بود چندان تنها که گوهری به ویرانه راه های گنگ و پیوند های بریده بیابان های خالی و جلگه های خفته شهرهای پراکنده و دیهای های سرکوفته نفس از پندارش میبندد شب فشرده تر شد نورهای کهنه پراکنده این سو و آن سو زبانه زدند مرل میباید میرفت گاه رفتن پای در رکاب کرد و برزی نشست لگام رو به شهر گردند چشمه روشن کاروانسرای سرای حاج پذیرای او پیرخالو دریچه ای بر یک لط در کاروانسرا توهیگاهی گاهی همچند یک درگاهی با هلالی بر بالینه اش پیرخالو دریچه را گشود چهره پیر و پهنش به دیدن دختر عبدوس روشن شد آه تو هستی دختر میشکالی آه کجا بودی که گذرت از اینجا افتاده خوب خوب بزلت هستی در باز کنم تا اسبت بتونه بیاد دالون بیا حالا بیارش خوب خاطر جمع باش بذار چفت در ببندم خوب اینم از این خوب خاطر جمع باش مارال و قرائات میان دالان بودند بیرخالو به چالاکی لطه های دریچه و در بزرگ را بست و به سوی مارال رفت تا دهانی اسب را به اما قره خروشید یا لرزاند و روی پا نیم چرخی زد پیرخالو پس پس رفت ساعد بر پیچانی گرفت و پشت به دیوار دالان چسباند آه خوب خوب خاطر جم خاطر جم حیبون خوب خاطر جم مارل اسب را آرام کرده با لبخندی آمیخته به غرور و تواضع گفت یک کشناس خالو یک کشناس جایی نشونم بده زین بردارم و افسارشو ببندم پیرخالو خودش رو به حیات کاروان کشند و گفت خواستم یک کل دور کاروان تابش بدم عرقش وا بنشینه چندان عرقی نداره خودم چند دور تابش میدم پس من از جلو میرم تا حیوان و بیار سوی آخور پیرخالو رو به آخور کنج حیات رفت و گفت بایدم شما بیابانگردا همچین رفیق راهی داشته باشین الا چطور میتونین در کوه و کمر سر کنین و اشرق و مشرق بیابونا رو زیر پاوزار در کنین و با هر جانور و جنبنده دست به گریبان بشین خیلی خوب خوب خاطر جمع باش بایدم بایدم اینجور حیبونا از اون شب برای شما واجب ترند. بیارش بیارش این کنج اینجا خوب خوب خاطر جمع پیرخالو همچنان که یک بند می گفت به کار پاکیزه کردن ته آخر شد و پیخ و خاک و خلی اگر کف آخر مانده بود با سینه زبر و کبر بسته دستایش واروفت خود را از لب آخر کنار کشید رو به مارال گرداند و گفت اینجا اینجا زین و ترکشم تکیه بده همین گوشه به دیوار مارال یک دور دیگر قرآت را گرداند پس روی به آخر آوردش تنگ و زیر تنگش را گشود خرجین و زین را پایین گرفت آهن لگام را از لای دندانهای قربه در آورد تسمه پابند را به افسار بند چوبی که دو سرش در دیوار کاشته شده بود گره زد و کمر راست کرد خالو بر برهنه قرعات نظر افکند شگفتا ماری سیاه با خمی ملایم بر پشت عروس این بر چشم شور لعنت این را میان مالهای عبدوس ندیده بودمش مارال خورچین را دوش انداخت و گفت اون وقتا کره بود خالو قرار دونیم بیشتر سال نداره دیری نیست نیش در برده خالو دل از نگاه نمی کند. با این همه رو به انبار زیر دالان رفت به مهیا کردن بیده و جو مارال دستی بر پشت اسب کشید و بیخ گوش های حیوان را به دل انگشتان خاراند کف نرم دست بر شیب پشت قرار کشید شانه ها لای دستا و سینه حیوان را مالش داد کپلش را نوازش داد و پار خلاشه ای را که به موی دومش چسبیده بود واکند و به سوی خالو رفت قربال ویده و بادیه ی جو را از پیرمرد ستاند آورد و میان آخر ریخت قره سر خود را از کنار شانه مارال در آخر فرو برد مارال قربال خالی را بیخ دیوار تکیه داد و یک بار دیگر دستی بر کاکل حیوان کشید و دور شد در راه پرسید جا که امن هست خالو خالو سر و سینه رو به مارال تاباند و گفت خوش حواست کجاست دختر عبدوس مگه خود خدا دستش رو از هوا دراز کنه و اسب و بالا بکشونه الا من که گریزگاهی در این دیوارا نمی بینم تو می بینی؟ شوخی گفتم خالو کی میتونه داره قرآت بگرده؟ آه خوب خوب, خوب، خاطر جم خاطر جم شب اینجا پشه پر نمیزنه منم که بیدارم خب خاطر خاطرجم خاطر جمع. حالا برو اونجا روی سکو دم در بنشین تا برات یه پیال چای تیار کنم چای اعلای هندوستان دارم مارال از زینه بالا رفت دم در خانه پیر خالو خرجین خالی رو از دوش پایین گرفت و رویش نشست خالو شانه خمانده به اتاق رفت و میان خط و پرتای یخدانش سر فرو برده اما صدایش کنده نمیشد. همچنان میگفت و می گفت می خواهم یه قوری اشقاواری خودم برای چایی دم کنم الا گداجوش که همیشه روی اجاقه این قوری رو با دست خودم از اشقاباد روسیه آوردم از محله ترکنشینای اشقاباد خریدمش به چهار منات و نیم روزگاری که ساربون بودم خریدمش در معنا برای نومزدم خریدمش قوری چینی زریفی بود به رنگ انار با گلبوته های سفید بر دو پهلو دست های پیر و پرن خالو قوری قرمز را مثل کبوتری میان خود گرفته بود از در بیرون آمد و آن را نشان مارال داد چشمایش از شوق برق میزد ما در اون سالات چینیالات از روسیه می خریدیم چینیالات و برنجالات نفتم می آوردیم در مملکت ما هنوز نفت یافت نشده بود از این طرف کشمش و بادام می بردیم و از اون طرف اینجور اجناس رو می آوردیم. پارچم می آوردیم قافله ها همیشه در راه بودن راه آزاد بود بعد اون که بلچویکی شد مرزا رو بستن خوب خب خاطر جمع حالا چایی درست می کنم پیرخالو میان حرفایش بیخ دیوار سکو کنار اجاق نشست و آتش اجاق را گیراند شاخه هیزومی میخواست. دست بر زمین گذاشت سر و شانه را خماند فوت در اجاق دمید و دود برخاست و از میان دود زیر دمیدن فوتهای پی در پی شعله نرمی زبانه کشید. شعله به هیزم گرفت و پیرخالو چشمایش را که از آب پر شده بود با پشت دست خوش کرد و آمد. کنار در نشست و گفت خب خب خاطر جمع حالا وا میگیره حالا وا میگیره چرا روی خورجی نشستی خیلی خوب نمت هست خاطر جمع نمد سنگ سری را از خانه بیرون آورد بازش کرد و گفت روی نمد بشین حالا برات بغبندم میارم تکیه بدی خسته ای میدونم خیلی خوب خاطر جم رخت کهنه یا بر بیخ دیوار گذاشت و به سوی اجاق رفت راحت کن راحت کن خسته ای اینجا رو خونه خودت بدون خیلی خوب خاطر خاطرجم، خاطر جم چایم حالا تیار میشه خب بگو ببینم از آشنای من عبدوس چه حال و خبر داری؟ از بابات؟ مارال گفت امروز رفته بودم دیدنش سرکیف بود؟ حالا چند جمعه هست که من نتونستم برم دیدنش چطور بود ها؟ بدی نبود اما خیلی وهم داشت خالو به اون ظلم شده ها بابام ها خاطر جمع این رو همه ما میدونیم همه خانهای توبکالی در حق اون جوانمردی مردی نکردن خب دلاور چطور بود؟ نم خوب خوب خاطر جم خاطر جم حالا برام بگو چطور شد که تو یک و تنها راه افتادی سوی شهر دارم میرم سوی سوزنده در خونه امه بلغیس خیال دارم تا خلاصی بابام همونجا در خونه امم بمونم خبر شدی که مادرم تلف شده؟ مرد؟ محتاب مرد ایهات خوب خاطر جم دق کرد از بزمرگی هم که خبر داری خب خب ما هم که مرد بالا سر خودمون نداشتیم تا به شهر و بازار بره حکیم و دوا به محله بیاره اونایی هم که دستشون به دهنشون میرسید گلیم خودشون رو عذاب کشیدن و مال خود رو در بردن مالهای ما بودن که یکی یکی جلو چشمامون به ریق افتادن دست و پا زدن و مردن معتاقم که ناخوش بود بعد اون دقبرگ شد عبدوس میدونه؟ به اون گفتم محتاب رو به سوزنده گذاشتم پهلوی بلغیس هرگاه دیدیش خالو این رو از من نشتیدی که محتاب مرده خوب؟ خاطر جم, خاطر جم، یادم میمونه پیرخالو چای را آورد و جلو مرال گذاشت و مال حرف خود را گرفت خب حالا عمه تو بلغیس میدونه که تو دل رو به محلشون میری؟ اون منو نمیشناسه هیچ خبری ازش داری؟ نه از کجا خبر دارم خوب خوب خاطر جمع چای برای خودت بریز بر منم بریز بریز چند به زندون مشهد بودن چی میگی؟ راسی پسر ارشد بلغیس خان محمد با اموش خانمو سیامی هم علی اکبر پسند که پسر خواهر بلغیس باشه پسر گلندام پس نشنیده بودی حالت رو میشنبم آخه بابت چی؟ حقیقتش معلوم نیست اما تواتر که گله ای از پل ابریشم بر زدن و کشوندن طرف گوهای هزار مسجد و میان چادرا تخم و تن کردن خوب خاطر جمع اما خدا داناست به دهناز که پاره کلان گله مال حاج حسین چارگوشلی بوده چندانش هم گروگم نشده مال رو رد زده واسطونده اما چند ماهی است که طرفا به زندونن دوتاشون از میون چادرا گرفتن و یکی هم در قوخونه سلطان آباد سراحی قودشان سبزوار نیشابور به گمونم علی اکبر هاش به پسر گلندام رو در قهوه خونه سلطان آباد گیر انداختن گفتن مدیار هم دستش در کار بود اما گریخته مدیار برای خود است. یه پا که اما تو میگم قبراق و زرنگه چای تو بخور همین تازگی شنیدم علی اکبر و خانمو رو آزاد کردند. اما خان محمد هنوز به زندونه شکر خدا در بلغیس به غیر از خان محمد دو تا اولاد مردینه دیگه هم داره گل محمد که خیلی وقتی نیست از اجباری ورگشته و در جنگ آذربایجان هم بوده یکی هم بیگ محمد بیگ محمد کم چند سالتر از گل محمده اما رشید تره دوتار جانانهی میزنه هی خودم این دوتا پسر بلغیس رو اینجا دیدم این بیگ محمد چگوری میزنه که هوش از سرت کوچ میکنه جانانه ای مینالونه این دو تار رو ای مینالونه دو صدان صدایی هم داره یه شب در همین کاروان سرا همینجا من شاهد بودم که این بیگ محمد با اون دو تا سیم چه میکرد کاکولا رو پریشون کرد و سر رو شونه خوابونده بود و پنجه میزد آی چه انگشتایی صدای چگورش موی بر تن آدم سیخ میکرد حالی به آدم دست میداد که انگار چیز عجیب و غریبی دیده مثل وقتی که شوقی به آدم دست بده یا غم کلونی رو کنه یا مثلا قتلگاه رو به یاد بیاری نمیدونم نمیدونم چی اما میدونم که من اون شب کله پا شدم از ته پیرم در اومدم و آشوب شدم هی چه میکرد اون شب تخمینا همون روزا بود که برادر بزرگشون خان رو گرفته و به زندون برده بودن برادر رو افتاده بودن برن مشهد خان محمد رو ببینن که شب رو اینجا منزل کردن کله فریاد کردیم بیگ محمد اون شب کل فریاد میگفتی داره ناله میکنه زار میزنه اما گل محمد آروم بود خاموش نشسته بود و سرشو پایین انداخته بود تا نیما این شب که خفتیدم گل محمد یک کلام هم گپ نزد لب نجم بود و نظرم اومد که برای خودمردی بود نمیدونم تو ملتفت شدی یا نه که بعضی از مردا از عمری که دارن پیرترن خیلی خوب خاطر جم خاطر جمع. چی میگم نه که پیرتر پخته تر به سن 26 27 بیشتر نبود اما به نظرم خیلی سرد و گرم چشیده می اومد چه معلوم بود که همو آدم خاموش در جنگ آذربایجان سر چهل مرد و نبریده باشه آه چه معلوم خاطر جمع. سر و چشمش عینه و عبدوس بود همین خود تو هم که عملان به یه جایی خیره مونده بودی منو به یاد اون انداختی یه چیزایی در قوم و هست خاطر جمع حالا چطور شده که تو یک بارم پسر امای خودتو ندیده باشی نمیدونم اما خواهری هم دارم شیرو نمیدونم اون با عشق و عاشقی چه کرد چایی تو بخوری یخ کرد بذار سرریزش کنم دنیا پر از این افسانه هاست قم مخور خاطر جم عشقم شوخی نیست چیلو رو میگم اینجور که واگوی میکردن مارال خاموش بنده بود آنچه پیرخالو میگفت راست نمی نمود پندار بود پنداری پراکنده افسانهواری دور اوهامی دلپسند از آنگونه گونه که اگر دهن مددی کند تو هرگز از برهم بافتنشان خسته نمیشوی نباور کردنی اما خوشایند در پی پندار رفتن در قبارش پیچیدن و به رنگهای نو چشم واگو شودن شوخ چشمی شوق در شوق گم شدن افتخیز مستانه خیال چرخشی سکرابر در خط میان باور و نابابر دستی در باد نگاهی در بار بالی در باد پیران آدمی را بنگر. بند بند ناشناخته جان و جهان اما زاده ها خیشان ناشناس مردان کار و بیابان دلیری جرسوم های کشمکش و خفت و خیز سواران بینام اسبان بینشان هرای کاکلت را که می شوید بیگ محمد شیرو چه نام خوشایندی است دیگر بگو دیگر بگو پیر خالو باز هم صدایت صدای پیران اد یادآور کنده های چناران است با و برف بسیار بران گذر کرده باید باشد آوای جنگل های دور فرو منشان از نشانه ها برگوی میدانی گشاده تر بر پندار تیز سک مارال بگشای به نمیره چنار پیر یادنامی روزگاران دور دمت گر. مارال شانه به دیوار داده و آرام بود نگاهی که از میانه پلکای نیمه بستش برون میتابید جرقه هایی پیوسته بودن به جان شب آتش از ششمهایش میبارید او اینجا بود و اینجا نبود پیر خالو را در میافت کشیار دانسته های خیش بود اینک مارال در این دم زبان سخن ندارد بر پیر روشن بود این را نیز میدید که مارال به پندار در آستانه شهری قریب ایستاده است. آری پیر خالو به سخن دروازه این شهر را به روی مارال کشوده بود. خوب خوب خاطر جمع دخترم که گفتی عبدوس گرفته بود ها؟ ها خوب حق داره. بگی نگی اون دونسته که زنش مرده خاطر جمع. آخ آدمیزاد بعضی وقتا خبرها رو بو میکشه. یه جوری که انگار ندیده ها رو دیده و میدونه بو میکشه بر میخوری به حرفم مثل غمی با آدم رو میکنه ناگهانی ها ناگهانی آدم نمیدونه این غم از کجا اومده و به ته دلش چسبیده فقط دلش میگیره طوری که انگار قلبشو میونه نیم تنه کهنه پیچیدند و دارن مالشش میدن آدم به فکر میافته فکر و خیال میبافه تا بالاخره در جایی روزنه ای روشنایی پیدا میکنه اگر یه نفر از خودیهاش رو ببینه و با اون هم کلام بشه که دیگه کار تمومه همین که لب وا کنه اون خودی همه چیز رو تا تهش خونده همه چیز رو اون چرا که نباید بفهمه فهمیده حالا بگو تو از مهداب چی به عبدوس گفتی؟ گفتم ناخوشه من هم بردم و در امم گذاشتمش اما حقیقتش رو که به تو گفتم محتاب دق کرد و مرد از قصه اول زرد شد بعد گلوش باد کرد و از کلام افتاد بعدش هم مرد خیلی آروم مرد بی جزع فزع پیرخانو که در چشمهای بقم نشسته دختر عبدوس نگاه کند با خود گویه کرد بلوچ بلوچ مهتاب بلوچ بلوچ ذاتن آدمای آرام و کم هل باشی هستن خوی شطور را دارن کم می نالند و زیاد بار می برند و بسیار راه می دن. خود شطور اما هرگز به اندازه ای که خارگیر گیر شطور میاد نون و دانه خورما گیر اونا نمیاد چطور اینقدر دوم میارن این مردم ما مارال سینه از نفس توهی کرد و گفت اما من از این حکایت چیزی به بابای خودم نگفتم یادت میمونه خالو هی hey, دختر عبدوز دختر عبدوز همینم که بابای تو داره میکشه براش بس خب خاطر جم خاطر جم بزمرگی تلف رفتن حشم ناخوشی محتاب مثلا آوارگی دخترش حبس دلاور خب همه اینا برای اینکه مردی رو به زانو در بیاره کافیه اونم در جایی که به چهار میخ باشه و با، نتونه دست از با خطا کنه آخه مردی که 20 بیس، بیست و پنج سال با خواهر خود قر باشه و با، حالا طوری میان انبور گیر بکنه که زن ناخوشش رو فلمسل برده باشن در خونه همون خواهر و دخترش هم ناچار باشه بره همونجا اینا همش عذابه زجره اما به هر جهت شما کرتا مردمان سختی هستید تندخو هستید اما سخت هم هستید صبر و حوصلهای بلوچو ندارید اما تاب سختی رو دارید مثال از میتازید گاهی هم درنگ میکنید اما وانه میمونید میتازید مگر از گردنه به میان دره پرتاب بشید و استخوناتون خرد بشه وگر میتازید این اسبی رو که شمایید شاید خوب ندونه رو به کجا میتازه اما میتازه فقط جوبیدهش باید به موقع به توبرش ریخته بشه اللهار میشه هار بر هر من برای عبدوس صبر و حوصله از خدا طلب میکنم برای تو هم دختر خاطر جم خاطر جم این یک پیال چای رو هم بخور تا ورخیزم و به فکر شامت باشم تخم مرغ برات نیم رو میکنم دو تا مرغ گلباغالی دارم چه میشه کرد خدا هم رزق منو به کون این دوتا مرغ حواله کرده خیلی خوب خاطر جمع. الان بر میخیزم و برات نیمرو درست میکنم خسته ای و از بخوابی بخواب خواب برای جوان آدم از نون واجب تره همون رخت خواب برای خودت روی نمد بنداز و راحت کن تا چشم و هم بزنی شام رو تیار کردم خاطر خاطرجم